خب بچه سوال اول درس فیزیکتون گفته دو نوسانگر آ و ب حرکت هماهنگ ساده انجام میدهد دوره نوسانگر آ دو ثانیه کمتر از دوره نوسانگر B و بسامد نوسانگر B 20 درصد کمتر از بسامد نوسانگر A است. در مدت زمان یک دقیقه نوسانگر A چند نوسان کامل بیشتر یا کمتر از نوسانگر B انجام داده است. اطلاعات مسئله را براتون می نویسم. نگاه کنید گفته نوسانگر آ تی آ دو دهم ده کمتر از تی بیه یعنی تی بیه منهای چقدر؟ دو دهم. ده از اون گفته بسامد نوسانگر بی 20 درصد کمتره یعنی 80 درصد بسامد نوسانگر آ هستش قبوله؟ من میرسم بسامد با دوره رابطه عکس داره پس اینو اینجوری می یک به روی تی بی مساویس با 8 دهم یک به روی تی آ خب برعکس بکنیم قشنگتر بشه تی بی میشود شود ده هشتم تی آ پس تی بی ساده بکنیم برابر خواهد شد با پنج چهار روم چی تی آ برای شما قبول خب جای گذاری کنیم به دستش بیاریم جای تی بی میذارم پنج چهار روم تی آ پس تی آ مساویس با پنج چهارم تی آ منهای دو دهم ده از اینجا اینو ببرم این ور میشه منفی یک چهارم تی آ مساویس با منفی دو دهم ده منفیه از طرف این میره طرف این وسط این کنید تی آ میشه هشت دهم ثانیه خب گفته بود آقا تی آ دو دهم از تی بی کمتره خب خودتون تشخیص بدید دیگه تی بی شما برابر چقدره یک ثانی است قبول فرمول دوره چی بود تی مساوی بود با تی انو پس من اگر تعداد نوسان ها رو بخوام به دست بیارم میتونم بگم تی به روی تی برای شما خب نوسانگر آ میخوام ببینم تعدادش چقدر کمتر از بی یا چقدر بیشتر از بی هستش اگر ن آ رو از ان بی کم بکنم اگر مثبت شد خب یعنی بیشتره اگر کمتر شد یعنی کمتره پس میگم آقا بیا ان آ من های ان بی رو به دست بیاریم ان آ من های ان بی میشود تی به روی تی آ من های تی به روی تی بی برای شما قبوله الان تیه شما چقدره؟ یک دقیقه است یعنی شست ثانیه این هم هشت دهم منهای شست به روی چند؟ تیه بی هم یک خب این میشه شیصد هشتم منهای 60 به دو بزنی 300 4م 150 دوم 75 میشه 75 منهای 60 پس ان ای ا منهای ان بی برای شما میشود 75 منهای 60 یعنی 15 یعنی تعداد نوسان هایی که نوسانگر ا انجام میده 15 تا از نوسانگر ب بی بیشتره پس 15 تا بیشتر به همین همینشکی گزینه صحیح گزینه 1 هستش